خب تو این جلسه در مورد پارتیسیپی صحبت میکنیم. خیلی هم متقاضی زیاد داره، از اونجایی که حالا کتاب سوم انحصاری 4 هم منتشر شده، یه سال فکر کنم میشه منتشر شده، ولی خب تازه دست من تازه از کتابخونه گیرش آوردم و از روی کتاب سوم انحصاری 4 گرامرهای پیشرفته داره که از روی اون تمام گرامرهای پیشرفته رو با هم کار میکنیم و کلا بحث زبان فنلاندی رو دیگه میخوام کم کم تمومش کنیم. از روی این کتاب پیشنهاد میکنم که حتما این کتاب بخرید. من واقعا گفتم، قبلا گفتم، کتابای سوم انحصاری 4 خیلی کتابای خوبی هستن، خیلی کتابای مفیدی هستن. از 1 تا 4ش کسی خوب قشنگ کامل یاد بگیره، ریز به ریز یاد بگیره، میتونم بگم که واقعا سطح 3-1-1 میگیره، یعنی خیلی زبانش خوب میشه و هیچ مشکل نخواهد داشت در خوندن نوشتن یا صحبت کردن. حالا بحث صحبت کردن جداست، ولی به هر حال از این به بعد فکر کنم شاید چیز حدود 8 تا 10 تا ویدیو بشه گرامرهای پیشرفته ما، که بعد از اون دیگه یه مدت اصلا با زبان فنلاندی کاری نداریم. ویدیوهای جدید در مورد درس‌های دیگه منتشر میکنه. خب پارتیسیپی چیه؟ بریم سراغ آقای ویکیپدیا. پارتیسیپی من اینجا بالا آوردم. خب اگه میخوان یادداشت کنید یادداشت کنید. پارتیسیپی اینجا گفته که حالت ساده فعل که هم به عنوان فعل و هم به عنوان صفت استفاده میشه و ما توی زبان فنلاندی 6 عدد یا 6 نوع حالت داریم، یعنی 6 تا پارتیسیپی ما داریم. برای همین خیلی مهمی که باید یاد بگیرید پارتیسیپی ها کلن. خب بزنم اگه من اینجا، خب این اگه بخوای فارسی این پارتیسیپیش در بیاریم، فارسیش من اینجا بزنم. خب ببینید گفته چی؟ وجه وصفی، حالتی از فعل است که در جمله برای تغییر دادن حالت اسم، گروه اسمی، فعل یا گروه فعلی استفاده می شود و الی آخر. اینو بعدن خواستی خودتون بخونید دیگه، خیلی خیلی اومده دیگه، شلوغش کرده و خیلی توضیح داده. حالا باید دوباره باید بریم که بفهم گروه اسمی چیه، گروه فعلی چیه، بعد اینا باید بلد باشین اگه بخوای اینو بخوایم بفهم. ولی خب همونطور که گفتم کار ما اینه که چیکار کنیم، ساده توضیح بدیم، ساده نویس، ساده کردن و خلاصه کردن که چیز مفید در بیاد. خب برای همین شروع میکنیم، روی حالت میذاریم و بعدش خب من اینو بدم حالت ببلی اد و حالا بدیم. خب حالا شد. در مورد پارتیسیپی اگه بخوایم صحبت کنیم، خب من این حالا یه خورده بزرگش کردم که این حساب تو چشم باشه و خب دیده بشه. خب ببینید پارتیسیپی باید جملات یوکالاوزه رو بلد باشین، جملاتی که با یوکا ساخته می شدن بدونین چی. اگه نمیدونید ویدیوش هست بگردین پیدا کنید و یا از یه جای دیگه یادش بگیرید. خب پارتیسیپی ما گفتیم، نکته اول این که خب پارتیسیپی ها به 6 نوع تقسیم میشن. خب این چرا اینطوری شد یه لازم درست کنم. خب ببینید پارتیسیپی ها گفتیم که ما 6 نوع پارتیسیپی داریم. خب پارتیسیپی نوع اول پارتیسیپی هایی هستن که به فعل هایی هستن که حالا به و آ تموم میشن. یعنی چی؟ یعنی ببینید گفتیم که پارتیسیپی، بذار من اینجا بنویسم، مثلا پارتیسیپی از دهدن ور بیست. خب ببینید پارتیسیپی ها همشون از فعل درست میشن، یعنی این فعل ها، مثلا ما کلی فعل داریم دیگه، این فعل ها آخرشون یه سری نشانه هایی میاد که بعدش تبدیل میشن به چی؟ به پارتیسیپی و به عنوان صفت بیشتر استفاده میشن. پارتیسیپی هم کاربردش بیشتر به عنوان صفته، ولی خب برای کوتاه
تر شدن جمله ازش استفاده میکنم. خب مثال بزنم میفهمید. اول تعدادش رو بگم. بهت ما 6 تا پارتیتیو داریم. پارتیتیو نوع اول پارتیسیپی نوع اول و آ هستش. نوع دومش هستش پارتیسیپی نوت. نوع سومش هست پارتیسیپی تاوا. خب بعد نوع چهارمش هست پارتیسیپی تو. حالا اینا رو نوته. خب حالا اینا بعدا آنان که مثال زده میفهم یعنی چی. و یه نوع دیگه هم داریم ام آ پارتیسیپی هستش که ام آ هستش. و یه نوع دیگه هم داریم که فعلا نمیخواد همونش صحبت کنیم. فعلا همین 5 تا مهمترن. اون یکی رو حالا بعدا در مورد صحبت میکنیم. خب پس شد چند تا اینجا شد 5 تا نوع پارتیسیپی. خب 5 تا نوع پارتیسیپی. از این 5 تا 3 تاش 2 تاش مجهول 2 تاش مفعول. یعنی و آ و نوت اینا بگیم که تکیه هستن. یعنی اینا حالت مفعول دارن و اینا تاوا و تو حالت مجهول. اینا فعلا داشته باشین انشاءالله تا که خب این از این. خب این از این. حالا این ما پارتیسیپی هم این کیچین کلا جداست. خب تو این جلسه تو این ویدیو اول در مورد فقط نوع اول صحبت میکنیم و آ پارتیسیپی. خب پس میام اینجا اینو میارم وسط و یه خورده اینم بزرگش میکنیم که خوب دیده بشه توی فیلم. و اسمش هست و آ پارتیسیپی. خب این چی هستش؟ ببینید مثل کتاب نمیرم جلوی خود ساده تر خیلی ساده و خلاصش میکنم تا بفهمید. بعد طریق ساختشون رو میگم. خیلی راحت طریق ساختش. ولی خب به هر حال یه مثال بزنم. مثلا این جمله نگاه کنید. بگیم که جمله که اینجا میگیم با رنگ مشکی باشه. مثلا جمله اول میگه چی؟ میگه میس یوکا پوهو انگلانتیا. یا بگیم یوکا اوسا انگلانتیا. خب این یه جمله است، درسته؟ خب میس یوکا اوسا انگلانتیا این جمله‌ای که با یوکا هست، یوکا لاوزه هستش. خب این یوکا رو خب حواستون بهش باشه. بعد اینو پس زمینشو زرد کنم که چون داریم در مورد وا پارتیسیپی. خب حالا این جمله رو میان به صورت پارتیسیپی می‌نویسن. اگه بیان به صورت پارتیسیپی بنویسن خب این جمله تبدیل میشه به این. این بزن با یه رنگ دیگه، با یه رنگ مثلا این بنویسه انگلانتیا اوساوا میس. خب این انگلانتیا درست نوشتم یا نه؟ انگلانتیا چیه؟ خب انگلانتیا اوساوا میس. این جمله پارتیسیپی هستش و فعلی که الان ما ازش پارتیسیپی ساختیم توی جمله بالایی همین اوساتا هستش. یعنی توانستن این. خب اینجا انگلانتیا اوساوا میس این دقیقاً همین جمله رو میده. یعنی این جمله با این جمله بالایی هیچ فرقی نداره. میس یکا اوسا انگلانتیا، انگلانتیا اوسا و میس. خب پس این شد و پارتیسیپی. خیلی راحت. یا مثلا یه مثال دیگه بزنم. مثلا بگم که هوین مثلا بگم پسو کنه یکا دویمی هوین ماشین شستشویی که خیلی خوب کار میکنه. خب حالا این جمله رو به صورت وا پارتیسیپی بنویسن اینطوری شروع میشه که میشه
هوین توی میوا پسو کنه. کلن چیز هست شد اون یوکا هست میشه و فعل ما که پارتیسیپیش توی میا هستش ازش پارتیسیپی رو میسازیم. این میشه اینجور حالتی. میست یوکا اوسا انگلانتیا انگلانتیا اوسا و میست پسو کنه یوکا توی می هوین هوین توی میوا پسو کنه. پس این یه حالت قشنگتر و جمع جورتر هستش و توی نوشتن زیاد استفاده میشه. توی زبان گفتاری نه کاربردی نداره انصافا، ولی خود توی نوشتن خیلی استفاده میشه و خوبه که بلد باشین و موقع نوشتن هم ازش استفاده کنین. خب این بود وی آ پارتیسیپی. اما چجوری ساخته میشه؟ طریقه چجوری ساخته میشه؟ ببین خیلی راحته. اون فعلی رو که خب اون فعلی رو که شما میخواین ازش پارتیسیپی بسازین به سوم شخص جمع صرفش میکنید و بعد از اینکه صرفش کردید نشانه شخص نشانه سوم شخص جمع رو ور میدارین و جاش و آ اضافه میکنین یا و آ بستگی به فعل داره. پس خیلی راحت. من اینا رو نمینیسم، اگه قلم کاغذ دستتون رو خودتون یادداشت کنید. خب مثلا ببینید یه فعل با فعل مثلا فعل بگیم که فعل مثلا همین پسته، درسته؟ خب این یعنی شستن. خب حالا این ببینید چجوری بخوایم بسازیم ازش. اینطوری میشه که میشه سوم شخصش میشه چی؟ ه پسه. بعد خب این از این مرحله اول بود. مرحله اول هی پسه و درسته. خب مرحله دوم میایم چیکار میکنیم؟ میگیم که حالا اینو نشانش رو برمیداریم میشه هی میخوای از این پارتیسیپی بسازیم پسه این. خب هی پسه ودش رو برداشتیم، ود نشانش سوم شخص جمع هستش. اینو که برداشتیم مرحله سوم میایم چیکار میکنیم؟ پسه و رو اضافه میکنیم. اینجا و نمیاد و طبق قانونی که قبلا درسش رو دادم و مطمئنم باید بلد باشه. خب پس و اینو این بذار درستش کنیم یا وای یا و. خب این از این. پس این الان شد چی؟ پارتیسیپی. این کلمه ما الان به صورت پارتیسیپی و به صورت به عنوان صفت اومده. پس و یعنی شستنی. خب اگه بخوایم این تو جمله استفاده کنیم اینطوری میتونیم بگیم تالون آیگا پالیون پسه ویا آستیویتا. خب تلان آنکا پالیون پسه ویا آستیویتا. ببینید پسه ویا همون پارتیسیپی ما هستش. خب و به صورت پارتیتیوی جمع اومده. و این هم بگم که نکته خیلی مهم یادداشت کنید، پارتیسیپی ها مثل بقیه کلمات دیگه به سیاه مدت ها تغییر پیدا میکنن. چند تا سیاه مدت داشتیم، همون شکلای کلمه که کلمه به شکلای مختلف تغییر میکرد، در 12 تا بود اگه یادتون باشه، به همه اونا تغییر میکنه. هم مثلا اوساوا میشه اوساوالا میهیلا. اینا همه اون که ابلاتیوی ایلاتیوی آدستیوی اینا بود، اینا همشون روی این کلمات پارتیسیپی دار اعمال میشن. ببین کل پارتیسیپی همینه، ولی خب این وی آ پارتیسیپی یه نکته دیگه هم که بگم اینی که برای زمان حال یا آینده استفاده میشه. دوله وای سوز یا که اولنسا یا حالت معمولا یا که زمان الان پریزنس استفاده میشه. خب این برای اینه. ولی همین نوت پارتیسیپی که ویدیو دیگه در موردش صحبت میکنم مال زمان گذشته که در موردش تو ویدیو بعد صحبت میکنم. خب مثلا این جمله رو دقت کردین، تالون آنکا پالیون پسه وی آستیوتا. اینجا میگه خیلی ظرفای شستنی زیادی هست و این کاربرد پارتیسیپی توی این جمله بود. خب این کلن کل پارتیسیپی همینه، فقط برای مجهول و مفعولش مجهول و معلومش
جدا استفاده میشه و با اینا باید دونه دونه یاد بگیریم. پس این بود va و va participle. من نگاه میکنم این نکته دیگه مونده باشه بهتون بگم. بعد اینکه خب این جمله خب میتونه خیلی ادامه دارم باشه، حالا فقط مهم اینه که شما این قسمت رو یاد گرفته باشین که participle چی هستش و چجوری ازش استفاده میشه. ببینید مثلا یه مثال دیگه بزنم، من بزنم که بهتر جا بیفته، آقای ابنند زیاد طولانی بشه اسی ملکیتش. من مثال بزنم، باید خیلی باید خواهیم بیان بالاتر. خب یه مثال بزنم، رنگش و رنگ از آبی بینیسیم. خب ببینید مثال اول، مثلا این مثال دقت کنید، سیس کنیم یکا آسو، این سیس کنی یک آسو روات سیسا، سیس کنی یک آسو روات سیسا. بعد بیگو تاوتا سوز کسا بیس کت روات. خب این از سوز کسا سیس کنی یک آسو روات سیسا تاوتا سوز کسا بیس کت مونتا. ببینید این از سه تا بخش ترجمه شده، این یه بخش، این دو بخش، این از اینجا تا این دو بخش و اینم سه بخش. خب حالا اینو بیام به صورت پارتیسیپی بنویسیم، اینطوری میشه که میشه. ببینید معمولا شما فقط اون یوکا لازه رو در نظر بگیرید. خب من این در نظر گرفتم، این بخش ادامه اون لازه، ادامه جمله است که حالا زیاد مهم هم نیست، این اصلا این هیچ تغییر نمیکنه، بخش آخر هیچ تغییر نمیکنه، فقط این یوکا لاوسه معمولا از آخر به اول میره. خب الان میخوام به صورت پارتیسیپی بنویسیم، میشه با یه رنگی دیگه بنویسم، به صورت پارتیسیپی بنویسیم میشه روات سیسا. ببینید اولین اومد، حالا بعدش فعل میاد آسو که به صورت پارتیتیوی میشه آسو وات، سوم شخص جمع که واتش رو برمیداریم و فقط وا میزنیم روت سیسا آسو وا. بعد این یکا که هست میشه و بعد این سیس کنی، سیس کنی. خب این از این، حالا اینو میزنیم و بقیه جمله رو میزنیم تاوتا تاوتا سوس کوسا ماهنو 50 ساله میشه بودا. این از این فقط یوکا هست شد. پس این یه حالتی بود که گفتم چجوری اینا ساخته میشن. این یه مثال بود، یه مثال دیگه هم بزنم برای اینکه بهتر بفهمین. مثلا میگم که بویکا یوکا オピスケレ suomea asu meitä lähellä asu lähellä meitä. خب ببینید پویکا یوکا اوپیسکله suomea asu lähellä meitä. ببینید دوباره سه بخش تشکیل شده. حالا میخوام به صورت پارتیسیپی بنویسیم، به این صورت میشه که این یوکا لاوسه رو در نظر میگیریم. خب بعد میشه چی؟ از سوومه ها شروع میکنیم. سوومه ها معمولا همیشه اینجا اول یا مفعوله یا مکانه یا زمانه، یکی از این هاست. سوومه ها اوپیسکله وا پویکا آسو لهله میده. ببینید این به صورت پارتیسیپی. پس اینا فعل پارتیسیپی هستن، اینا فعل پارتیسیپی هستن، اینا رو یادتون باشه. ببین خیلی راحته، چیز سختی نیست، فقط اینو یادتون باشه که اینایی که گفتم مال چیه؟ va و va پارتیسیپی هستش که به زمان آینده یا یا حال یا به طور کلی اشاره میکنه. و خب
اینم از این و چیز سختی نیست. اینا رو باید زیاد تمرین کنید، تمریناشو پیدا کنید، توی کتابای مختلف زیاده. اگه سوم مثال 4 رو دارین، صفحه 32 رو باز کنید و اینا رو تمرین کنید و خیلی خوب هستش، یعنی خیلی کاربرد زیادی هم دارن. خب ویدیو بعد در مورد نوت پارتیسیپی صحبت می‌کنیم که مربوط به زمان گذشته است.